آقا بفرمایید با طرفدار استقلال اصلا با تمام مردم ایران. سلامت باشی. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما، همکاران خوبتون، مردم خوب ایران. تبریک میگم امشب و به همه ایرانیای عزیز تو سراسر جهان. ان شاء الله که امشب و خیلی خوش بهشون بگذره. ان شاء الله که یلداشون مبارک باشه و 120 یلدا رو بگذرونن ان شاء الله. به امید خدا امشب امیدواریم که دل همه شاد باشه. ان شاء الله. آقای فکری جزو رکوردداران باشگاه استقلالن تو عرصه بازیگری، جزو باشگاه 300 تایی ها هستن و جزو 5 نفر اول این باشگاهن که بیشترین میزان بازی رو برای باشگاه استقلال دارن. آقا شده شب یلدایی سر بازی باشین؟ والا یه خورده تو حافظه من مشکل دارم، ولی انقدر دیگه بازی کردین و تیم ملی بودین و استقلال بودین دیگه. بله، ولی خب به هر حال با توجه به شرایط شغلیمون، خب خیلی از این شبا رو ما، شب عید، شب یلدا، به هر حال مناسبت ها رو، خیلی مناسبت ها رو ما از دست دادیم. حالا بله. یا در کنار تیم بودیم یا اردو داشتیم، به هر حال خارج از کشور بودیم نبودیم. بله. خانواده. بله. اینا به هر حال با توجه به شرایط شغلی دیگه عادت کردین شما دیگه. من فکر می‌کنم بعد از اینکه دوران بازیگریتون تموم شد، همسر و خانواده محترم شما این نفس راحتی کشیدن، گفتن خب ما دیگه بیشتر کنار همیم. بعد شما دوباره سرمربیگری و فوتبال و دوباره همون روال قبلی. خب با توجه به اینکه من زمانی که خب بازی می‌کردم، خب بیشتر دوران بازیگریم تو استقلال بودم. خب از این نظر من اکثرا خب کنار خانواده بودیم. بله. زمانی که بازی رو گذاشتیم کنار، خب بلافاصله وارد عرصه مربیگری شدیم و مربیگری دیگه بدتر شد. یعنی خانواده تو تهران بودم، من مجبور بودم مثلا برم مسجد سلیمان. بله. یا برم قائمشهر یا بوشهر یا عراق، حالا بله. شهرهای مختلف. دوریمون بیشتر شد. حالا انشالله که خیر باشه در مجموع. ایشالله که خیر و برکت و سلامتی باشه با ستون. محمود فکری بازیکن رو بیشتر دوست دارید یا محمود فکری مربی؟ یعنی کدومش دنیا جذابتر و هیجان بیشتری واسه شما داره؟ خب بازیگری واقعا خیلی بهتره، خیلی بهتره. مربیگری شما باید بگیم حالا یعنی همه جا همه چی رو باید مدیریت بکنید، به دوش بکشین دیگه. بله، خیلی سخت. فشاری که، استرسی که رو مربی هست، واقعا شاید بگم کل مجموعه یه تیم روشون نیست. درسته. استرس رو دوست دارین آقای فکری؟ خب تا یه جاشو دوست داریم. آره چون ولی خب تیمی مثل استقلال، حالا خدا بیامرزه منصور خان پورهیدری رو، خدا رحمتش کنه، میگفت هرکیو دوستش نداری یا میخوای نفرینش کنی بگو انشالله سرمربی شی. ولی خب جذابه دیگه سرمربی شدن یه باشگاه پرطرفدار که میلیون ها نفر طرفدارشن، باز هیجان خودشو داره. بله، خب اون هیجان بیشتر من فکر میکنم برای مردم باشه، ولی برای خودمون که، از مخصوصا برای خودم، از روزی که اومدم تو استقلال شاید بگم هنوز روزی رو به عنوان که من یعنی لذت برده باشم از اینکه مربی استقلال شدم هنوز اتفاق نیفتاده. چون اومدن شما به باشگاه استقلال کلی حاشیه داشت دیگه. یعنی شما حتی تو گفتگوهاتون گفتین آقا من یه پولی هم از جیبم دادم که فقط بیام به عشقم برسم. همینطوره. خب از روز اولی که اومدیم با چالش بوده و مشکل مثلا رضایت نامه و استعفا و این داستانا رو داشته. بعدش هم که دیگه داستانای خود بله. کار تو استقلال شروع شد دیگه، از نداشتن خیلی از امکانات و مشکلاتی که از سالهای قبل به هر حال تو تیم بوده بگیر تا به هر حال بازیایی که الان داریم انجام میدیم و به هر حال مسائلی که الان هستش. خیلی از کامنت ها و صحبت های طرفدارا رو که من دنبال میکردم میگفتن که آقای فکری زمانی که اومدن سرمربی باشگاه استقلال شدن، گفتن آقا همه چی خوبه. بس. یه ذره که جلوتر رفتیم گفتن که این بدترین استقلال تاریخه. بس. داستان چیه؟
نه ببینید نگفته بودم همه چی خوبه. بله. چون ببینید تو کار شما همش بخوای گلگی بکنی یا ایراد بگیری، اون وقت کار پیش نمیره. و با توجه به مشکلاتی که تو تیم بوده، اگه من سرمربی میخواستم همش ایراد بگیرم و بهونه بخوام بدم دست بازیکن و حالا اطرافیا، مطمئناً تو نتیجه گیری به مشکل میخوردیم. خب شاید تو سالهای گذشته همین اتفاق افتاد و این بهونه به بازیکن داده میشد، ولی ما اومدیم با تمام کم و کسری ها، با همه نداشته ها اومدیم کار کردیم، ساختیم تا بسازیم دیگه. خب خدا رو شکر به هر حال نتایجی که گرفتیم نتایج بدی نبوده با توجه به تمام مشکلاتی که بوده. بله. و خب در حال حاضر، یعنی واقعیت رو شما بخوای وقتی به صورت کارشناسی بخوای نگاه بکنی، شما تو هر بخشی بخوای نگاه بکنی ببینی استقلال مشکل داشته. تو بحث مدیریت ما درست زمانی اومدیم که تغییر مدیریت بوده. تو بحث بدهی زمانی اومدیم که استقلال بیشترین بدهی رو داشته، پنجره بسته رو داشته و بازیکنایی که گرفته نمیتونستن بازی بکنن. تو بحث خود بازیکنای سال گذشته یه سری دعواها و مشکلات از سال گذشته مونده بود و از طرف دیگه بحث روحیه خراب بازیکن‌ها از سالهای گذشته که تیم نتیجه نگرفته بود، بدنی خسته داشتن و امکاناتی که ما نداشتیم. بله. یعنی همه اینا بوده، ولی خب من نخواستم اینا رو مطرح بکنم که به حال اینا بهونه‌ای نشه برای نتیجه نگرفتن. درسته. که خب خدا رو شکر حالا الحمدلله تونستیم با کمک خود مخصوصا بازیکنای تیم، حالا مجموعه تیم، حالا باز من جا داره شاید از یه طرف یه خورده خوش شانس بوده باشم که شرکت یا مجموعه های وب اومده اسپانسر و یا کارگزار تیم شده، که خیلی از مشکلات تیم، مسائل مالی تیم و بحث به اصطلاح امکاناتی که در اختیارمون گذاشتن، همه این باعث شد که خب به هر حال ما خیلی الان شرایط خیلی بهتری داشته باشیم. خدا رو شکر. یعنی واقعا جا داره از جناب آقای دکتر میری تشکر بکنیم، مدیریت شرکت های وب که خب این همکاری رو با مجموعه باشگاه استقلال داشتن و انشالله بتونیم فضایی رو به وجود بیاریم که هر دو طرف به هر حال برد بکنن دیگه. ان شاء الله که این اتفاق بیفته. آقای فکری، اگر بخوایم مقایسه بکنیم نتایجشون رو توی باشگاه استقلال، طی در واقع بخوایم مقایسه بکنم با سالهای گذشته، دو سه سال اخیر با شروع فصل توسط آقای استراماچونی یا آقای شفر بهترین نتیجه رو تا این لحظه گرفتن، ولی حجم رسانه‌ها رو شما خیلی زیاده که یه ذره فکر کنم داره بعد تلطیف‌تر بشه دیگه، یه ذره بی‌انصافی هم می‌کنن خیلی وقتا. به هر حال ما با توجه به اینکه خب بیشتر دوران بازیگریمو تو تیمای پرطرفدار، حالا از زمانی که حالا یه جورایی شروع کردم با نساجی قائمشهر شروع کردم، حالا فوتبال حرفه‌ایمو تو یه تیم پرطرفدار تقریبا بودم و زمانی هم که اومدیم استقلال خب بیشتر دوران بازیگریمو تو استقلال بودم، یعنی با این فضاها خب تقریبا آشنا هستم و به هر حال باید بجنگیم دیگه، باید بجنگیم انشالله. از یه طرف دیگه با توجه به اینکه خب رقیب سنتیمون تو این سالها نتایج خوبی گرفته، از طرف دیگه خب طرفدارای ما به هر حال دوست دارن که اتفاقات خوب بیفته و براشون قهرمانی باشه و تو این چند سال خب تیم نتیجه نگرفته، به هر حال توقع دارن و این توقع هم بی جا نیست، به جاست، ولی امیدوار هستیم فرصت بدن و کمک بکنن، چون طرفدارا خیلی میتونن به ما کمک بکنن، فضایی رو برای خود من و بازیکن‌ها به وجود بیارن که ما با آرامش بیشتر بتونیم کارمون ادامه بدیم و بتونیم در مجموع نتیجه بگیریم. به هر حال این کار خیلی سختیه، ولی امیدوار هستیم با تلاش کل مجموعه این اتفاق خوب بیفته و ما بتونیم استقلال از فضایی که تو سالهای گذشته داشته فاصله بدیم، دورش کنیم. بله. و توی فضای خوب انشالله
هم بازی خوب رو بدیم و هم بتونیم نتایج خوب کسب بکنیم. ایشالله طرفدارمون خوشحال. ایشالله آقای فکری امشب شب یلداه. فکر میکنم من به نمایندگی از طرف طرفدارای استقلال میخواستم اگه بشه دو تا قول از شما بگیرم. اگه دوست داشتین البته. یه قول قهرمانی تو لیگ، یکی قول فینال آسیا رو. فکر میکنید که یه اتفاق بیفته ایشالله؟ ببینید در مجموع این پتانسیل تو فوتبال ایران هست، ولی خب باید ما تو کار گروهی و تو بحث تشکیلات، تو بحث سازماندهی اینا رو هم باید ما بتونیم درست کار بکنیم، ولی از بابت نیروی انسانی ما اون بازیکنان رو داریم که بتونیم رقابت بکنیم با تیم‌های بزرگ، با تیم‌های به اصطلاح با امکانات زیاد. این رقابت رو میتونیم انجام بدیم. حالا از اون طرف هم که قول دادن، قول قهرمانی دادن، قول قهرمانی آسیا دادن، خب شاید حرفه‌ای نباشه. بله. ولی مطمئنم میتونیم این قول رو بهشون بدیم که با تمام توانمون برای خوشحالیشون، برای سربلندیشون کار بکنیم، انرژی بیشتری بذاریم، وقت بیشتری بذاریم. بله. که بتونیم باشگاه استقلال رو به جایگاه واقعیش برسونیم، هم تو فوتبال ایران هم تو فوتبال آسیا. یکی از یعنی تنها گزینه‌ای که فکر می‌کنید تاثیرگذارترین مربی تمام دوران شما بوده رو به ما بگید. تاثیرگذارترین خب منصور خان پوریدری بودن، خدا رحمتشون کنه. خدا هم خودم خیلی دوستش داشتم یاد دارم و هم ایشون منو دوست داشت و هم از نظر شخصیتی و هم از نظر سبک بازیم قبولم داشت و خب هم تو بحث فنی خیلی رو من تأثیر گذاشت و هم از نظر شخصیتی هر حال خیلی ازشون یاد گرفتم. با پرستیج بودن منصور خان و با کلاس و همیشه متواضع. فرض کنید که یه بازیکن خارجی میتونست امروز رو استیج ما و تو برنامه ما حضور داشته باشه، دوست داشتین کی بود اون بازیکن؟ خب بازیکن خارجی یعنی بازیکن استقلال؟ نه بازیکنایی که تو دنیا مطرحه. خب مطمئنا دو تا بازیکنایی که تو دنیا الان طرفدار دارن کریستیانو رونالدو و مسی هستن. مسیه. دیگه بله. خب اهل دوست داشتیم. نمیشه حالا یکیشو انتخاب کنین؟ خوامینیم رئالی یا بارسایی؟ من بارسایی هم. بارسایی. چون اصولا پرسپولیسی ها بارسایی هم، استقلالی ها رئالی هم. ولی من حالا در شما بارسا رو دوست دارید؟ بارسا رو دوست دارم. دوتا پسرم هم رئالی هم. دیگه یه کوریایی و هم کوری هم دارین. چند سالشونه؟ پسرام 23 سال و 20 سال. ماشاءالله. چقدر جالب. من فکر نمی کنم اینقدر بزرگ باشن. قربون شما برم. آقا چقدر خودتون اهل موزیکی؟ موزیکو خب خیلی دوست دارم، خیلی تو ماشین در حال استفاده میکنیم همیشه از آهنگای هنرمندای بسیار خوبی که ما تو ایران داریم. بله. خیلی الانم دوست داریم که این اتفاق بیفته. اصولا کدوم خواننده ایدئال شما و من؟ خب خیلی من با توجه به اصطلاح همیشه حالا پسرام به من میگم، میگم بابا یه خورده این خواننده ها رو نمیدونم این بچه‌هایی که به هر حال دوستانی که هنرمند هستن و به اسم بشناس یا به چهره بشناس، یه جا میری شاید نشناسیشون، نبینیشون، به اصطلاح آره. بله. ولی خب خیلی از آهنگای الان مخصوصا ما آهنگای خیلی خوب، خیلی جذاب، حالا با محتوا از خواننده‌های مختلف داریم که حالا سبک‌های مختلف. بله. که من حالا زیاد رو سبکش زیاد حساس نیستم، یعنی ولی نه خیلی سنتی باز، ولی نه پاپ باز، خوب باشه، اونی که خوب باشه رو گوش می‌کنیم. باشه بله گوش می‌کنیم و استفاده می‌کنیم. یکی از رسم و رسوم‌های در واقع یلدا اینه که پدر خانواده، بزرگ خانواده که شما باشین و حالا تو خانواده‌های دیگه که ایشالا همه پدرها کنار خانواده‌هاشون باشن، شب یلدا کنار خانواده که جمع میشن واسهشون می‌خونن. خود پدر خونه. بله بله. اگه خواننده باشن، حالا این نباشن اصلا امکان نداره شما بخواید تجربه خراب میشه. نه اختیار دارین. دوست دارین یعنی تجربه کردین خوندن و یا پسراتون بگن آقا بابا واسمون بخون؟
نه پسرها نخواستن، ولی تجربه کردن که خب کسایی که صداشون زیاد خوب نیست مثلا آقا صدا به این خوبی پسرها درخواست نکردن به خاطر اینکه اون روی بابا رو چندین بار دیدن نمیخواد روشون نمیشه. ما یه خورده حالا برعکس ظاهر خشنمون زن ذلیل و بچه ذلیلیم. آره اتفاقا چند روز پیش یه مصاحبه کردم گفته بودم من از هیچکی نمیترسم جز خدا. رفته بودم رفتم خونه خانومم گفت چرا این حرفو زدی؟ گفتم خب چی میگفتم؟ و میگفتی خانومم میترسم. گفتم آ این اشتباه کردم حالا دفعه بعد میگم. نه حالا نمیترسی احترام میذارین دیگه تفاهم داریم اول حرف اول آخر رو من میزنم همش میگم چشم. انشالله که همیشه کنار خانوادتون خوشبخت باشین. حالا شما فرض کنین که بخوایم به پسرتون راهنمایی کنیم بگین آقا تو میتونی یکی از این دوتا رو انتخاب بکنی یا فوتبالیست یا خواننده، توصیه اکیدتون کدومشه؟ خب باید ببینیم تو چه بخشی مثلا علاقه مندن و استعداد دارن. جفتشو استعداد دارن بچه های فکری جفتشون رو استعداد داشته باشن میفرستم همون خوانندگی. آره از فوتبال بهتره فوت. البته تو فوتبال بازی کردن خب خوبه فوتبال، ولی خب تو بخش اون بحث مربیگریش خیلی بده. حالا میشه هم فوتبال بازی بکنه هم خواننده باشه، حالا جفتش خوبه جفتش میشه. اگه خدای نکرده شما یه شب برین خونه بله و میگم خدای نکرده باخته باشین، رفتار اهالی خونه با شما چه شکلیه؟ میان سمتتون یا نه؟ خب اومدن که میان ولی سعی میکنن من شب تو آرامش بگذره. آره تنها بذارن یا اینکه زیاد سوال نپرسن و یا اینکه زیاد کاری به کارم نداشته باشن. آره. دیگه چون فکر میکنم شما دوست دارین بیشتر سکوت باشه و فکر کنید. من بیشتر بله. آره مثلا این بخشو مخصوصا اگه باخت باشه که دیگه خیلی به اصطلاح میگن طرفو با چند من عسل هم نمیشه خورد دیگه اون شکلی میشم دیگه. آره اون شب همه بی خیال شما تا دوباره زندگی به روال عادیش برگرده. چند روز بگذره تا ریکاوری بشیم. ان شاء الله که هیچ وقت باخت نداشته باشین، همیشه بخندین، هم خانوادهتون لذت ببرن هم خانواده بزرگ استقلال همیشه کیفشون کوک باشه. چون بحث موزیک شد من میخوام با اجازتون دعوت بکنم از یه چهره دوست داشتنی پرطرفدار که فکر میکنم خیلی با آهنگا و موزیکاش خاطره دارن و مطمئنم که از دیدنش خیلی خوشحال میشن. اگه موافق باشین ما دعوت بکنیم از جناب آقای مسعود صادقلو تشریف بیارن روی استیج. این اولین اجرای زنده شونه با بند موزیکشون توی شو تلویزیونی. تو میتپه صدات برام و جارامشه، نیمه یه گم شده یه منی، آخه قلبم همیشه به عشق تو میتپه صدات برام و جارامشه، نیمه یه گم شده یه منی. با این که میدونی مهم غرورم، همیشه سعی کردم پای حرفم بمونم. با این که میدونی حرف من بود،
همه تلاشم پای دلت رفتن بود. آخه قلبم همیشه به عشق تو میتپه، صدات برام اوج آرامشه، نیمه یه گم شده یه منی. آخه قلبم همیشه به عشق تو میتپه، صدات برام اوج آرامشه، نیمه یه گم شده یه منی. نسو جون خیلی خوش اومدی عزیزم، افتخار دادی. بفرمایید عزیزم، خدمت شما، قربونت برم. خیلی خوش اومدی و بفرمایید. بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت میکروفون تو یه ذره بالاتر بگی که صدا داریم الان. بله قربان. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فکری، مردم عزیزمون و هر عزیزی که این برنامه رو میبینه، خصوصا طرفدار تی وی پلاس. قربونت برم خیلی خوش اومدی. قشنگ استایل خوانندگیه یه میکروفون رو که میگیره. لطف داری، مرسی. باید باشه دیگه. به نظر استایل آقای فکری میخوره که خواننده باشم؟ قطعا به من نمیخوره فوتبالیست باشم. حالا ایشون رو نمیتونم. این سوال برعکسش هم وجود داشت. امشب میخواد یه کاری بکنه من بخونم دیگه. بخونید استاد، چرا نه؟ اتفاقا فوتبالیست ها زیاد خوندن. تکیه بر جای بزرگان. اختیارشون شب یلدا در واقع واسه خودمون یه و آخرین یلدای قرنه. نذارین آخرین یلدای برنامه شما. نه انشالله. آقا یه دونه بخونید ما لذت ببریم استاد. به خدا یاد میگیرم. جسارت نمی‌کنیم آقا. نه خواهش. آهنگای مسعودو گوش کردین تا حالا؟ شاید به گوشتون خورده باشه. چون آقای فکری گفتن که من خیلی ها رو نمی‌شناسم، بی ادبی نباشه. خواهش می‌کنم. نه الان بخونیم مطمئناً. قطعاً. تمام آهنگاش رو ما تو ماشین باید داشته باشیم. کلی طرفدار داره مسعود، به ویژه تو بین جوونا، به ویژه تو بین خانوما. درست میگم؟ آهنگایی میخونه که شکست عشقی اینا خوردن اینا همه. من در ارتباط نیستم باهاشون، شما میدونید شاید. نه خواهش میکنم، فن پیجات گفتن و کامنت هایی که وجود داره. بله خواهش. مسعود چه خبر از عالم موسیقی واسمون تعریف کن؟ ولی خب تو دوباره خوردی به بدشانسی و کرونا دوباره. آره اصلا فکر مشکل منم. یعنی من حقیقتش کیش بودم، یه دوستی داشتم اونجا جوینگ دارن، بعد دستش گذاشت رو شونه من، گفت میشه از کیش بری؟ چون من اونجا زندگی هم میکنم دیگه. گفت میشه از کیش بری؟ گفتم چرا؟ گفت تو کنسرت خودت که لغو میشه، جونگا هم بعدش لغو شد، اصلا داری کیشو با هم میریزی، تعطیل تو بری فکر کنم همه مشکلا اصلا هر چی مشکله مال توه. گفتم بابا من چه میدونم خودم. چون واقعا چندین بار اومده که مسعود بیاد روی استیج و اتفاق بیفته و کنسرت برقرارش باز دوباره نشده. فکر کنم 4-5 باری میشه. بله حتما خیریتی بوده دیگه. 100% درست. آره به شدت هم ورزش میکنه آقای فکری. تازه اینم ورزش میکنه. نه چون نه چلو مشکل... کبابای باباشو خورده. آره دیگه چرب و چیلی هم بوده، خوشگیر هم بوده. باید بسوزونه. نه حقیقتش آره. من همه رو باید بسوزونه. یه مشکلی داشتم که به تازگی خوب شده خدا رو شکر. یه خورده معدم مشکل داشت، اصلا نمیتونستم رژیم بگیرم. آها اذیت میشدی. آره واقعا. و اینکه ورزشم به سختی میکردم.
الان فکر کنم یه ماهی بهتر شدم. هر موقع به زنگ میزنن تو باشگاهه. آره حالا حداقل یه ذره ورزش میکنم خیلی دیگه. حالت هم خوب میشه دیگه با ورزش. آره خب روحیه آدم خیلی خوب میشه. آره. آره کشتی هم میگرفتی مسعود؟ من در گذشته نوجوان بودم بله. مثلا 23-24 سالگی فکر میکنم 22-23 سالگی دیگه 3-4 سالگی آره دیگه نرفتم. درسته. یعنی رفتم ولی دیگه خیلی پیگیرش نبودم. خیلی ورزش پرهیجان و بله. باحالیه. خیلی هم سخته. خیلی خیلی واقعا سخته. استایلت فکر میکنی به کدومه که کشتیگیر معروف های ایران نزدیک بود؟ بعد میخواستی جدی ادامه بدی کشتی رو؟ من 74 کیلو بودم. اون الان وزنا فرق کرده تو کشتی الان. آها. اون موقع مثلا تو مایه های عرض دبیر و عرض دبیر دقیقا 74 تا بود دیگه. حالا نه اینکه من استیلم مثلا ولی کلا 74 کیلو بودم. بدن خوش فرم و دوستان هم هست اتفاقا. فکر میکنی که توی المپیک قهرمان شدن سخت تر باشه به عنوان یه کشتیگی یا روی استیج رفتن به عنوان یه خواننده؟ کلن یه حرکت بزرگ کردن خب سخته و اینکه در این حال آسونه. بستگی داره که تو چقدر برای هدفت بجنگی دیگه. حالا تو هر جایی تو فوتبال تو کشتی تو هر چی شما خودتون برای تیوی پلاس چقدر جنگیدین؟ خیلی ما که خیلی میدونین. آره یعنی تو هر کاری که آدم باشه به نظرم همون قدی که به کاری درو میکنی دیگه. هیچ وقت رویای فوتبالیست شدن نداشتی؟ من به تازگی علاقه پیدا کردم. اصلا هیچ علاقه‌ای به فوتبال نداشتم. یعنی یه دوستی دارم اون منو همی برد فوتبال. آها. بعد علیرضا دوستم منو برد فوتبال دیگه بازی کردم دم نه بازی من بد نیست ولی میدین چه جوری هم مثلا همشون جلو وای میستم زیاد ندوام. آره اون جلو وای میستم بعد پاس آخر رو دوستم دارن دیگه مثلا مثل بازیکن برزیلی پرسپولیس دیگه اومده بود. آره دو سال پیش سال پیش بازی میکنن دیگه مثلا نگاه رفیق بازی میکنن بهم پاس میدن یه هر از گاهی منم فکر کنم دروازه‌بانم شل میگیره که گل بشه نمیدونم. یه بار خیلی جالب یه خاطره جالب بگم به خدا این واقعیه. خب من اولین بار منو بردم زمین چمن دیدم چقدر بزرگه. اون چیزی که ما تو تلویزیون میبینیم خیلی بابا اصلا باید اسنپ بگیری برسی. خب نداره اسم اسنپ رو میگه نه بابا باید گفتم باید خیلی خب تپسی هم حالا خوبه اینجا باید به ماشین بگیریم برسیم به دروازه. خیلی دوره واقعا خیلی بزرگه. من دفاعی که گل میزنن من نمیدونم چیکار میکنن جدی. بعد آقا ما دیدیم خیلی دوره بعد خیلی هم دوستانه بود دیگه رفیق بودیم چند نفر جمع شده بودیم به دروازه با من رفتم اون جلوی جلو هنو قلق دستم نیامده بود آخر فهمیدم اون جلو بایمستم زیادم نمیدونم. آره یه توپی میاد دیگه یه دونه میزنی حالا یه جا میره دیگه بالاخره. خلاصه به دروازه رفتم رو مخ دروازه بانه اینو جدن خیلی شاهد داره که داداش بذار من یه گل بزنم جان من گول زدی به قرآن جدی میگه ولی گفتم بذار من یه گل بزنم داداش بازیه. بعد من موقع نمیستم خیلی بازیه مثلا همین جوری هم خیلی عرق دارن فوتبالیستن دیگه کلکل دارن. بعد گفتم بذار من یه گل بزنم گفت باز اونا میان قور میزنن. گفتم بابا این همه گل حالا خوردی یه دونه بذار من یه جوری مثلا چیز کنم بیفت چه میدونم یه جوری من بزنم تو گل. بعد گفت باشه. بعد دو یکم عقب بودیم بعد توپه اومد زیر پای من. من اصلا فوتبال چه میدونم چیه. خلاصه یه جوری دریبلش کردم اون پاش سر خورد چه جوری بود زدم تو گل. دریبلش هم کردی؟ علکی شل کرد. اون شل کرد آره. بعد چیز که زدم تو گل و اونا هی غر زدن بهش فلان. بعد یه ذره بازی گذاشت یه گل دیگه خوردم. گفتم جون من الان شما جلوی یه دونه دیگه بزن بزنم. بابا برود برم خب رب به همه گویه به هم یه گل بخور. آبرود جالب بود آره. رفت به همه گفت. واقعی که نمیتونستیم بزنیم حداقل. یه نقطه مشترک دارن در واقع دنیای فوتبال و دنیای موسیقی. البته نقطه مشترکات جذاب دیگه هم دارن. یه نقطه مشترک دارن که عادل فیروزی پور سالها بابتش بنده خدا گلوشو پاره کرد رو آنتن تلویزیون هی تذکر داد که آقا ما تو فوتبالمون دیدیم که ممکنه خیلی ها با شرط بندی نتیجه بازی ها رو عوض بکنن. الان تو دنیای موسیقی هم بعضی دوستان وارد اون فضا شدن. بعضی از خواننده ها و آرتیست های حالا نه خیلی فیمس چیز البته چرا اخیرا یه خواننده خیلی فیمس رفت تو دنیای شرط بندی و سایت بت در واقع راه اندازی کردن. نظر شما چیه آقای فکری راجع به اتفاق به عینه دیدین تو فوتبال همچین چیزی و خودتون؟ خب متاسفانه بله تو فوتبال هم که خب خیلی رایجه
هستش و خوب فضای بدی رو به وجود میاره. مطمئنا اون نتایجی که رقم میخوره نتایج واقعی نیستش اون وقت. خب خیلی باید کنترل بشه، مخصوصا اواخر. خب دیگه باید اون بچه های حالا پلیس امنیت میشه، من نمیدونم برای هم پلیس فتای هم پلیس امنیت میشه. اینا باید ورود بکنن و نذارن اون، مخصوصا حالا البته همه فضاها اون فضای سالم خودشو داره و اون فضای سالم خب خیلی جذابتره تا بخواد فضای بدی به وجود بیاد، فضای ناسالم به وجود بیاد و دیگه کسی نتونه به اون نتیجه واقعی فکر بکنه. بله دیگه اون میشه فیک دیگه. وقت خب امیدواریم که احال اینا نباشه دیگه. یعنی بله شما چند شب پیش هم حنیف عمرانزاده خود در واقع استقلال داشت تعریف میکرد، نمیدونم شما دیدین یا نه، که آقا دم دربی بله. اومدن با یک کیف پر از پول 1 میلیارد تومان چندین سال پیش بهش پیشنهاد دادن که آقا یا پنالتی بده یا اخراج شو یا گل به خودی بزن، این پولم مال تو، که گفت من تو چمرو هم ماشین پیاده شدم. خب بله، خب مطمئنان به بازیکنهای مختلف، الان به مربیا، به حالا همه عوامل یه بازی، داورها صادقانه به خود شما پیشنهاد شده تو این سالها؟ به من ولاد نه. پیشنهاد یعنی به صورت اینکه بگیم یه خورده رسمی بشه نه. آره چون احتمالا از اون روی شما خبر داشتن شاید حالا میدونستن که یکی از وفادارترین بازیکنهای استقلال اینو اینا سمت شما نمیمدن. RPG های شما محکم تر بود یا کریم باقری؟ شوتای آقای فکری خیلی معروفه دیگه، وسط زمین میزدن دیگه. آقای باقری هم خوبی که هم بازیکنای بسیار خوب فوتبالمون حالا بودن و هم از نظر شخصیتی و اخلاقی واقعا خیلی خیلی خدایی دوست داشتنی هستن و به هر حال الانم تو بحث مربیگری به هر حال تو تیم پرسپولیس خیلی تاثیرگذار هستن، خیلی خوب دارن کار میکنن و نقششون رو خیلی خوب پیاده میکنن. بله و خودم هم دوستش دارم و آرزوی سلامتی. به پرسپولیس شما دو تا گل زدین تو دوران بازیگریتون یا بیشتر؟ من دو تا گل زدم. دو تا بله. چه گلای چیزی هم دیگه به موقعی زدین که کلی طرفدارای استقلال کیف کردن دیگه. حالا دیگه حالا شده دیگه. مسعود راجب اون موضوع تو میخوای صحبت بکنی که اخیرا خیلی باب شده تو بین اهالی هنر، همین سایت های شرط بندی؟ حالا خیلی ورود نمی کنم توش، ولی فقط یه چیزی رو میدونم، بحث کلن حالا من نمیدونم اون کار جرم تو کشورهای دیگه محسوب میشه یا نه، من راجب سرزمین خودمون، تو خیلی از کشورهای دنیا جرم نیست، من تو سرزمین خودمون حالا میگن جرمه. بله. میخوام اینو بگم، نه اون جرم، هر جرم دیگه ای، اون عزیزی که میره ضبط ماشین میدوزه یا موبایل میدوزه، خیلی من پافشاریم این نیست که چرا تو دزدی کردی، من پافشاریم اینه که چی باعث شد اون دزدی کنه. بله من میگم کاش چیزها رو، مشکلها رو یه ذره ریشه‌ای تر حل کنیم. یعنی اون بچه که میاد، مثلا من خودم نیاوران بودم، تو گوشی بودم پشت چراغ قرمز، دیدم یه چیزی اومد تو ماشین رفت، گوشیم نیست، یه 2 ثانیه گذشت خیلی حالم گرفته شد، گفتم کاش مثلا میگرفتمش، تنها هم بودم نمیتونستم، ماشین تو دنده بود چون اتومات دیگه، ماشینمون خیلی خفن. آره نه شوخی میکنم، اتومات بود، تا اومدم به جنبم که بخوام بگیرمش پرید رو موتور، ورود ممنون رفت، ولی بعد چه خیلی حالم گرفته شد، بیشتر از اینکه چه نتونستم مثلا بگیرمش، بهم برخورد، ولی بعد که گذشت به خدا شاید مثلا 2 ساعت گذشت، تو دلم گفتم نوش جونش. حالا گوشیت باز بود یا قفل بود؟ نه قفل بود، 2% شارژ داشت. تو دویدم توی سوپرمارکت به یارو گفتم فقط زنگ بزن این خاموش شد، خاموش شد. آره. چند تا ترک خیلی جذاب مسئول صادقلو با بند دوست داشتنشون آماده کردن امشب به صورت زنده، اولین بار از این برنامه ایشالا اجرا میکنن، ببینیم لذتشو ببریم کنار خانواده هامون، کنار عزیزامون، ایشالا هممون امشب به همون کلی خوش بگذره و کیف بکنیم.
دل من رفت، مگه از دست نگاهت میشه در رفت؟ هست یه نفر هست که میترس تو رو آخر بده از دست. بارونه با تو آرومه، دل دیوونه، بگو میمونی پیش من؟ آخه دوست دارم، عاشقتم، رفتی تو قلبم. تو همون نیمه گم شدمی، تو بمون واسم، همه میدونن تو عشق منی، رو تو حساسم. تو همون نیمه گم شدمی، تو بمون واسم، همه میدونن تو عشق منی، رو تو حساسم. پس بمون واسم. تو همون نیمه گم شدمی، تو بمون واسم، همه میدونن تو عشق منی، رو تو حساسم. تو همون نیمه گم شدمی، تو بمون واسم، همه میدونن تو عشق منی، رو تو حساسم. پس بمون واسم. عشق یعنی چشمات، یعنی حسی که نگاه تو به قلبم داد. ای همه دنیا، اون نگاه تو آخه بدکاری دستم داد. بارونه با تو آرومه، دل دیوونه، بگو میمونی پیش من؟ آخه دوست دارم، عاشقتم. تو همون نیمه گم شدمی، تو بمون واسم، همه میدونن تو عشق منی، رو تو حساسم. تو همون نیمه گم شدمی، تو بمون واسم، همه میدونن تو عشق منی، رو تو حساسم. پس بمون واسم.